خبر فوری لحظاتی پیش اعلام شد که قاتل مولوی عبدالواحد ریگی، مولوی با شرف و وطن پرست، قاتل اون بازداشت شد. همچنین صحبت های وزیر اطلاعات که هر کسی در ایجاد اختشاش و آشوب و ضربه زدن به کشور مشارکت داشته باشه در هر کجای دنیا، در هر نقطه در کشور، داریم سیشمین کاسکالی و معاون نخست وزیر چین هم اومده سرش پایین و اومده از دلمون در بیاره. در این رابطه هم خواهیم گفت و توافقات خوبی واسه فعال کردن تفاهمنامه 25 ساله با چین، همچنین صحبت های دریادار تنگسیری، مردی از تبار یلان، پهلوانان و قهرمانان، میگه به گذشته بر نگردی، وگرنه ما ادعای جزیره بحرین میکنیم، مال خودمونه، مال بچون خودمونه. سلام ایرانیان، سلام محور مقاومت، سلام مردم بحرین، سلام هموطنان در باکو، تالش، نخجوان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سرتاسر جان، اونایی که صدای ما رو میشنوند. دوستان عزیز، داشتم این برنامه رو میساختم که خبر اومد، خدایا شکر، قاتل مولوی عبدالواحد ریگی، مولوی شریف، وطن پرست، بازداشت شد. مولوی که عشق به میهن، عشق به کشور، نظام و اهل فتنه انگیزی مثل خلحمید نیست و ایشون چند روز پیش از در مسجد که اونو می ربایند، روز بعد جنازش پیدا میشه، پیکرش پیدا میشه که اونو به شهادت رسوندن و سه تا تیر در سرش شلیک شده بود و امروز هم خوشبختانه لحظاتی پیش اعلام شد که قاتل بازداشت شده. خبر رو میخونم، فارس دقایقی پیش اینو زد، عامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی دستگیر شد، تسنیم خبر داد. اینو فارس به نقل از تسنیم گفته که سربازان گمنام امام زمان، عامل شهادت مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین زاهدان را بازداشت کردند. این به نظر مسجد خاش بود، امام حسین شهر خاش بود نه زاهدان. حالا تو خبر اینطور نوشته و این خیلی خوبه، قدم مثبتیه. بالاخره شاید این نخو بگیری، شاید به خلحمید و جیش الظلم و اینا برسیم، کسانی که سیستان و بلوچستان ناآرام، ناامن، مردم و بدبخت و بیچاره و فقیر میخوان، اونا دشمن مردم سیستان بلوچستانه. اونایی که دعوت به فتنه هر هفته در مسجد زرارشون، دعوت به فتنه و آشوب و هرج و مرج میکنه و روزی باید تقاص بدن. کما اینکه وزیر اطلاعات امروز گفتن که در گفتگو با العالم، خودتون گوش بدید، هر کسی که در آسیب رسانی، آشوب و اختشاش علیه ملت و مردم نقش داشته باشد، سیش داریم این کاسکل، اینو گوش بدید. هر کسی که در آسیب رسانی و آشوب و اختشاش علیه ملت و علیه مردم نقشی داشته، قطعاً باید جزای اون رو ببینه و در هر کجای کشور یا هر کجای دنیا. قابل توجه خائنین و تنفروشان و نوکران اجانب، از این به بعد زندگی به سبک سلمان رشدی را خواهید آموخت و دون فلاکتی که دو غرب هستید، حالا با چاشنی ناامنی کارتون با کرم الکاتبین، همچنین سود اینترنشنال، این شبکه تروریستی با مشتی مزدور تروریست که در اونجا هستن و فارسی زبان هستن، از این به بعد هنت و درم است. شما به عنوان یک هدف مشروع نظامی و ضد ملی شناخته میشید که زدن شما تو هر سطحی کاملا قانونی، مشروع، اخلاقی، انسانی و اسلامیه، چون کار شما ایجاد فتنه، شکاف، تفرقه، جنگ داخلی و روبروی هم قرار دادن مردم، کشتن، کشته شدن و کشتن می باشد. کما اینکه این علی گمالوندی دیگه رسما تو توییتاش تو برنامه قبل گفتم که دعوت به ترور میکنه، ولی از این به بعد زیر مشکلون.
باید مثل سلمان رشدی در ترس و حول ولا، یا اینکه گردنتون کج کنید توبه کنید، شاهدی به پیشگاه ملت بخشیدیم تو شادم نبخشیم، بالاخره توبه کنید ضرر نداره. به قول یک مثل عربی خوزستانی میگه طلابه ما بیا خسارت، یعنی دعوا خسارت نداره، بالاخره بیایید شاید ما بخشیدیم تو. خب معاون نخست وزیر چین هم بعد از اون بیانیه‌ای که چین داده بود با عربستان، که اون بیانیه فقط گفته بودن که ایران و امارات مشکلاتشون از لحاظ دیپلماتیک حل کنن، یعنی حق به امارات نداده بود، ولی خب همین هم ما بر نمیتابیم و همین هم باعث شد که وزیر خارجه واکنشتشون بده، سفیرشون فرا خونده بشه، سپاه واکنشتشون بده، ارکان دولت و نظام واکنشتشون بدن، مردم برن در سفارت چین اعتراض کنن و بگن آقا ما اشتباه کردیم، شکر خوردیم. معاون نخست وزیر هم سری فرستاد، این نشون میده جایگاه ایران چه جایگاهیه و ما از موضع برابر و قدرت، همونطوری که نه شرقی نه غربی، یعنی که ما عضو هیچ بلوکی نیستیم، زیر بیرق هیچ کس نیستیم، به معنای نبود رابطه نیست، اما به معنای این که ما زیر بیرق کسی نیستیم، گاو شیرده کسی هم نیستیم، شهران پهرام هم نداریم، هر کس خلاف منافع ملی ما رفتار کنه میزیم تو دهنش، به همین سادگی، به همین خوشگلی. و چینی‌ها این هم فهمیدن، در صورت اینه که سری معاون نخست وزیرشون رو میفرستن ایران، نشون میده که ایران واسه اونا مهمه، ایران مرکز دنیاست، ایران یک کشور مستقله، ایران امتحان پس داده است، ایران ظلم ستیزه، ایران استکبار ستیزه، ایران اهل شار دادن نیست، ایران وقتی میگه میزنم میزنه، ایران قدرت ها رو از غرب آسیا اخراج کرد، ایران بلوک اقتدار داره تو منطقه، هیچ کاری بدون اذن ایران و رضایت ایران تو منطقه انجام نمیشه، وگرنه داریم سیشومین کاسکلی تیر غیبی براخره یه جایی چیزی رو نمیزنه. پس باید بیان به دستبوسی، کما اینکه چینیا معاون نخست وزیر فرستادن واسه دستبوسی و گردن کج کردن و منگ دول که آقا ما شکر خوردیم. و حالا بگیم تاکید ایران و چین بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران، نقطه تفاهم بین دو کشور نهایی شد. هیئت عالی رتبه ایران و چین روز سه‌شنبه در نشستی به منظور بررسی راهکارهای تقویت اجرای برنامه‌های همکاری جامع 25 ساله تهران و پکن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. دوستان ما هم همچین نارو ما زیاد به چین زدیم. ما هم همچین پیغمبر نیستیم. شی جینگ پین زمانی که ما تو سختی بودیم اومد گفت آقا من 50 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنم. با بی احترامی بیرونش کردن حسن گمال، برو ایتالیا، برو فرانسه، قرارداد با توتال بس، شرکت چینی رو بیرون کرد، بیش از 1 میلیارد هم ضرر به شرکت چینی زد. بعد سفیر نداشتیم، یعنی به عنوان زن دوم به چین همیشه نگاه کردن، نگاه به غرب همیشه بوده، شما خودتون رو بذارید جا اونا، خدا وکیلی. متاسفانه حتی تو دولت رئیسی با اینکه نگاه به شرق داره، بازم این هجمات و پروپاگاندای رسانه، آی تو قرارداد 25 ساله آی چی رو فروختن، آی کیشو دادن، آی 5000 نمیدونم قرار سرباز بیاد، حالا واسه عربستان سعودی این دفعه اینور چین ایرانو فروخت. ایران مرتب از دید این غربگرایان بی ارزش که خودشون دو ریالی ان دو پیلی، نه خودشون همیشه در حال فروشن، کشور میفروشن، خاک میفروشن، ناموس میفروشن، در حال نوکری واسه غرب و ارباباشون، هم خیال که ایران ما هم اینچنینه، ببندید در گاله رو زیر مشکلونه. خب 16 نقطه تفاهم بین تهران و پکن برای پیاده سازی تفاهمنامه 25 ساله دو کشور را نهایی کردند. معاون اول رئیس جمهور حفظ و احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی موضوعی حساس و مهم برای مسئولان و آحاد ملت ایران است و رعایت این اصل متقابل و خدشه‌ناپذیر از سوی همه کشورها ضروری است. معاون نخست وزیر چین هم میگه چین از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عزت ملی ایران و مبارزه با دخالت خارجی حمایت میکند. چین همیشه سیاستش بابا 1.5 میلیارد و تو این 30 سال هم واقعا اگر معجزه‌ای بوده در جهان، در چین اتفاق افتاده، بیش از 800 میلیون نفر از فلاکت میاره تو به سطح طبقه متوسط میرسونه، نیاز داره
همیشه دیدی برعکس غربی ها که میخوان سبک زندگیشون و نمیدونن افکارشون و حکومتداریشون رو قالب کنن به جهان، حقوق بشر با تحریم با جنگ دخالت گری، چینی ها همیشه میانن میانه روان میخوان آشتی کنن به قول خودشون، هم عربستان داشته باشن هم ایران داشته باشن هم امارات هم آب و هم آتیش، بالاخره سیاستشون همینه، اهل دخالت کردن در امور داخلی کشورها نیستن، یه طوری میخوان بالاخره میانه بازی کنن. چین اصلا همیشه سیاستش این بوده، چین دنبال تجارته، دنبال کاره، دنبال دخالت در کشورها نیست، دنبال لشکرکشی و نمیدونم چه میدونم قطعنامه های حقوق بشری و تحریما و جنگ و این چیزا نبوده، میخواد مردمشو سیر کنه. هر کشوری که دنبال منافع ملیش کارش اینه، فقط غربی های پدر سوخته اینطور نیستن، یعنی میخوان همه چیزشون رو تحمیل کنن به کشورها. خب میگه دستاوردهای برنامه 25 ساله برای دو طرف مهم و مثبت است که حاصل تلاش مشترک، و پکن مایل است همکاری و هماهنگی خود را با تهران تقویت کند. قطعا ایران مهمه، ما کشور قدرتمندی هستیم، در این حال ما هم چین هم ما دایره دار ابرقدرتی هستیم، در اینجا رقیبیم، ولی در جنگی که با غرب اونا که میخوان ما رو نابود کنن، ما اینجا منافع مشترک داریم، و توی مدت هم همه ما رو تحریم کردن، از هندش بگیر از همه جا، و این چین بوده، کره جنوبی، ژاپن که نفت می‌خریدن از ما، فقط چینی ها نفت می‌خریدن، آمریکایی هم می‌دونستن هیچ غلطی هم نکردن. پس این روابط دو کشور نیاز داره، رفاقتی تو صحنه جهانی وجود نداره الا نظام حالا در مبتنی بر یک ایدئولوژی، که ما و چینی هم ایدئولوژی هم نیستیم، ما کشور اسلامی هستیم، چینی ها نظام کمونیستی دارن، ما مثلا مبتنی بر ایدئولوژی و بلوک اقتدارمون با نیروهای نزدیک به خودمون همچین نزدیکی ایدئولوژیک هم داریم، که واسه رفیقامون جون میدیم خون میدیم، بچون انصار الله، بچون حزب الله، هشت شعبی، فاطمیون، زینبیون، جای دیگه. خب رئیس جمهور هم آقای ابراهیم رئیسی با معاون نخست وزیر چین دیدار کرده. رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر چین میگه که برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است. جبران کنید. هو چون هوا میگه که عزم چین برای تقویت و تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران فارغ از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم خواهد داشت. چین همواره به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و از تلاش ایران برای تامین منافع اساسی خود حمایت میکند. آفرین، حالا شدی یه بچه خوب، سرت بذار پایین، حالا برو دنبال کارت. اینجا ارباب مایی، تو منطقه غرب آسیا ارباب مایی، ارباب ناراحت نکنی یه بار گوشتون رو میبریم. انصافاً ایرانیان با چین خیلی روابط قدیمی دارن، در زمان ساسانیان ما با چین خیلی روابط قدرتمند نزدیک داشتیم و حتی فرزندان یزدگرد سوم به چین میرن، حالا تلاش میکنن پادشاهی رو پس بگیرن، از فخفور پادشاه چین درخواست میکنه، امپراتور چین که سپاه بذاره، حالا مسیر خیلی دور بوده، اون زمان نزدیک 4 مال لشکر تو راه بوده دیگه، جور نمیشه، و این بازماندگان شاهزادگان ساسانی هم دیگه تو چین میمونن، دیگه میمیرن، هضم میشن تو جامعه، و یعنی میخوام بگم که روابط با چین از قدیم روابط گسترده‌ای بوده بین ایران و چین. خب این هم از چین، اما بریم سراغ خدا وکیلی این پیاخو طایفه، مردی از تبار یلان پهلوانان قهرمانان، مردی از دیار آریو برزن، زیار سردار سلیمانی سورنا، مردی از تبار شجاعان، دریادار تنگسیری، دریادار تنگسیری هشدار میده و تاریخ میخواید برگردید، اینو یه بار ترکیه هم گفت به بعد که ما به تاریخ میخواییم برگردیم، یکی از خود کارشناس ها گفت اینه نگید، اگر به تاریخ برگردیم خود ترکیه هم جزء امپراتوری ایران بوده، کش نکنید دنتونو ببندید، شر درست نکنید واسمون. خب صحبتاشو گوش بدیم. این پیاخو طایفه ایرانیست، شناسنامه‌شون ایرانیست، اونا که حرف میزنن برن تاریخ رو ورق بزنن، برگردن به تاریخ. این اگر برگشتن این حرفا رو زدن، ما برمیگردیم به تاریخ، خیلی بد میشه. اگه برگشتیم بحرین هم، اون جزیره بحرین هم باید برگرده،
یکی از استانهای ما بشه. ما هیچگاه دست به سینه در مقابل هیچ که نبودیم به غیر از ملتمون. ما فقط در مقابل ملتمون خضوع میکنیم و خدای خودمون، اول خدا بعد ملتمون، به احترام ملت. هیچ کس نمیتونه برای ما برنامه‌ریزی بکنه. من دارم کار به سیاست ندارم. سیاسیون هم یه مقدار دقت بکنن، اونایی که خارجیه که یه حرفا رو میزنن برن تاریخ رو بخونن. همینطوری برای اینکه حالا خوشایند بشه بعد برای یه کشوری، نباید ما حرف بزنیم. اینها رو برید تاریخ بخونید، برید تاریخ رو ورق بزنید. کل خلیج فارس، خلیج فارس شما که سنتون که چیزی نیست، که سن با پدر جدتون هم چیزی. برید آره. کی رفت کانال سوئز رو حفر کرد؟ داریوش. داریوش کجایی بود؟ ایرانی بود. ما که دنبال آقا تو فرمایش رو نفرمودن، ما نه کشوری تجاوز میکنیم نه دنبال خاک کسی هستیم، اما خاکمون یک وجبش اجازه نمیدیم کسی حرف بی خود بزنه. به هر حال درست نیست. ما هم بگیم آقا مثلا جزیره فلان مانه فلانه آزاد نمیدونم، درسته؟ خودتون که درگیرید اونجا اینطوری، بعد نباید یه حرفا رو بزنن. خدا وکیلی سردار ما رو بیاد دلاورانی مثل رئیس علی دلواری و شهید نادر مهدوی میاندازه که انشالله عمر یادار تنگسیری دراز باد. مام میهن بعد طوری به این دلاوران نیاز داره. همینه، کاری نکنید. این بار اینو یه بار نجاح محمد علی هم گفت، خبرنگار با شرف عراقی که توی رسانه‌های عربی صحبت می‌کرد تو الجزیره، به اون عربستانیه میگفت یه بار کاری نکنید ایران بیدار بشه و شیر خفته بیدار بشه و بخواد بحرین دوباره پس بگیره. بحرین واسماس و امید خدا روزی هم پسش می‌گیری. حکومت‌های بی عرضه اینا هبه کردن به اربابانشون، حالا توله هاشون دم از وطن پرستی میزنه. کشور مثل ملک تیولشون بوده، هر کس رسیده، هر کس ناکس که رسیده یه گازی زده به این سرزمین، یه تیکه ازش برداشتن. حالا بعضیا با جهل تاریخ یه طوری وانمود میکنن که گویی ما خیلی اون زمان مقتدر بودیم. ما رحمت خیلی مقتدر بودیم و ما پس از 300 سال خاک از دست ندادیم. تازه به امید خدا به زودی با تغییر هژمونی در جهان به نفع ما، خاکهایی که در گذشته از دست دادیم برمیگردونیم. دیر و زود داره، سخت سوز نداره. فرزندان مرتضی علی فقط منتظر یک اشاره مرشدن که به راه بیافتن. خب اما در یادار تنگسیری حالا در برنامه‌های دیگه صحبت‌های دیگه کرده، اونا رو میذارم. فقط اینجا رو میخوام این صحبتشو برای شما بازگو کنم. به والله قسم آن چیزهایی که در رزمایشان نشان میدهیم چیزهایی نیست که در زمان جنگ به میدان میآوریم. ما همیشه اینو میگیم، نوک کوه یخ، پر قالی، خاک تو سرت زیبا کلام، خرد کپو تاج زده ای، غرب زده های مفلوک، ای چهره های حقارت ملی. ببینید فرزندان ایران زمین با دست خالی چطور تولید قدرت کردن، ماشاءالله چطور انباشت قدرت کردن که دست مرشد ما پر باشه که هر کسی رو بخواد سیلی بزنه، سیلی آبدار بزنه. دریادار تنگسیری میگه که در جشنواره شهید وزوایی، ما امروز این شهید وزوایی هم یکی از اون نخبگان بود، نخبگان، نه مثل نخبگان فحاش دانشگاه شریف که زمان جنگ دانشگاه رو ول میکنه و میاد از مام میهن دفاع میکنه. هیچ کشوری نتوانسته روی قایقای 6 و 8 متری موشک نصب کند، اما ما توانستیم. چرا؟ دریادار، چون ما هنر نزد ایرانیان است و بس. چون دانش اگر در ستاره ثریا باشد، ایرانی ها اونو به زمین میکشونند. ما فقط از ما فقط کارهای پیچیده و بزرگ برمیاد. البته اونجایی که گفتمان عزت
انقلابی و تو هم با اراده ایمان و وطن پرستی باشه، نه گفتمان ذلیلانه لیبرال ها و غرب زدگی که ما توی صنعت هم داریم میبینیم. نگاه به پژو فرانسه، نمیدونم این و اون، نتیجهش با مشت مدیر فاسد لیبرال نتیجهش به فاجعه‌ای مثل همین خودروسازی ما میرسه. نه این نگاه، نگاهی که ایمان و وطن پرستی با هم تداخل پیدا میکنن. یه دفعه یه تهرانی مقدم میاد از هیچ و پوچ یه قدرت میسازه، قدرت موشکی، قدرت پهپادی همینطور. و امروز همه دنیا میخوان ما رو به سمت خودشون بکشن، چون ما تعیین کننده ایم، چون ما فصل الخطابیم. هر سمتی شیفت بکنیم اون سمت برنده میشه، پیروز میشه. امروز ایران همچین جایگاهی داره، غرب زده و خود تحقیرا. برید خودتون انگولک بکنید زیر مشک لونیا. خاک تو سرت زیبا کلام سرگن، دیر گفتم بده امروز. خب این جزئیات حکم بازداشت مصطفی الکاظمی. این مصطفی الکاظمی یه توضیح بگم. خب میگه محل سکونت وی مشخص نیست. به گزارش خبری مقاومت، به نقل از بغداد الیوم، عقیل اردینی رهبر ائتلاف انس عراق جزئیات صدور حکم بازداشت الکاظمی را مطرح کرد. این مصطفی کاظمی یه خبرنگار متوسطی بود، خبرنگار چیزی هم نبود، قابلی هم نبود. بعد از نخست وزیری، در زمان نخست وزیری کی بود؟ قبل بعد از نوری مالکی، یه لحظه اسمش از یادم رفت، یه لحظه دوستان من سرچ کنم. خب ببین کی بوده. بعضی وقتا آدم یه چیزایی از یادم میره. حالا تا قبلی که برنامه رو بسازم، حیدر العبادی، یه سرگن توپله گرد فرتله ای بود این حیدر العبادی. این اصلا آدم موش قابل، اصلا آدم بی قابلی هم بود، به خاطر اینکه لا حب علی الا بغض معاویه، به خاطر اینکه نمیخواستن نوری مالکی واسه بار سوم به ائتلاف شیعیان نخست وزیر بشه. و چون نوری مالکی واقعا نخست وزیر مقتدر و قدرتمندی بود و این جریانات حزب دموکرات و جریانات حلبوسی و اینا باش مشکل داشتن، سنیای عراق، اومدن یه آدم ضعیف و نفسی مثل حیدر العبادی رو کردن نخست وزیر. این حیدر العبادی یکی از کثافتهایی که کرد، این مصطفی کاظمی گفتم یه خبرنگار درجه یک و دوی بود، ولی چی؟ باجناقش بود. این باجناقه رو میکنه رئیس سازمان اطلاعات عراق به همین سادگی یک شبه. و این بسیار رابطه نزدیکی با آمریکایی‌ها داشت و خیلی ها بر این باورن که اون گرای شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو تو فرودگاه بغداد به آمریکایی‌ها میده، که با اینکه زمانی هم که نخست وزیر میشه کلن اون سازمان اطلاعات منحل میکنه، اطلاعات رو از بین میبره. حالا خبر رسیده که این شخص که خیلی تلاش کرد در پست نخست وزیری ابقا بشه، ولی بازی ماهرانه ایران و مقاومت جریانات نزدیک به مقاومت مثل آقای نوری مالکی، هادی العامری، قیس خزعلی و بقیه جریانات شیعه نزدیک به مقاومت، اونو به زیر کشوندن. و خوشبختانه آقای محمد شیا السودانی که انسان بسیار شریف و نزدیک به محور مقاومت و بسیار ساده زیست هم هستش، اون سر کار اومد. در هر صورت دستگیری مصطفی کاظمی مزدور و مهره نزدیک به آمریکایی‌ها مزدور اونا،
میتونه در عراق خبر خوبی باشه دوستان عزیز. خب رسیدیم به پایان برنامه دوستان عزیز. خدا وکیلی خودتون شاهدید که ایران عزیز ما شتابان به سمت فر و اقتدار، دشمنان ما هر روز خوارتر، ذلیلتر، دردمندتر، بیچارتر، زیر سر ما بیشتر لرزانتر و ایران مثل بولدوزر داره موانع از سر را بر میداره. ای هولو بزن کنار، زیر دست ما له نشی، شرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.